آی حقیقت، جشنواره کن لیست کامل فیلم ها رو تو تمامی بخشش اعلام کرده. چه فیلم ها و کارگردان های شاخصی تو جشنواره امسال شرکت دارن؟ بله، عرض کنم از همون روزهای اول شنیده بودیم که فرانسیس فورد کوپولا هست که بعد تایید شد و خوشبختانه ایشون اگر که جایزه ای ببره به خصوص نخل طلا، اولین شخصی خواهد بود که 3 بار نخل طلا رو در طول جشنواره کن برده. ولی خب جدا از این، آدم های بسیار مهم که فیلم های فوق العاده ای هم داشتن مثل لانتیموس و داوید کرونونبرگ و ژاک اودیا و خیلی از اینها آدم های بسیار مهمی بودند و همه منتظر بودند که باشند. جدا از اینها یه تعدادی هم هستند که اسمشون کمتر شناخته شده است و از جمله یه خانومی هستش که اولین فیلمش توی مسابقه کنه، یعنی با اولین فیلم، چیزی که خیلی دشواره که یه نفر بتونه بیاد، نام یه خانم به هر حال بچه خوب، ایشون هم توی مسابقه کنه جزو 22 فیلم هایی هستش که امسال قراره قضاوت بشه. ولی وقتی که لیست هیئت داوران رو اعلان کردن، با دوستان فرانسوی اهل سینما که صحبت میکردیم، میگفتن چه حیف که آدمایی که انتخاب شدن برای بخش داوری به حد کافی آدم های مهم و پرستیژداری در سطح کوپولا و لانتیموس و اینا نیستن. البته چند تاشون نیستن ولی چند تاشون هستن، ولی خب به هر حال این شکلیست و بیشتر فستیوال کن دنبال اسم ها و اینها میگرده تا اینکه آدم های خیلی مهم کارگردان بزرگ سینما که بیاره اونها رو بیان دعوت بشن برای داوری. این کارگردان خانمی که اشاره کردید که فیلم اولشونه و تونستن که به این موفقیت برسن، فعلا که فیلمشون پذیرفته بشه، تو اولین فیلمشون پذیرفته بشه تو جشنواره کن، اسم فیلم یا اسم کارگردان رو میتونید به ما بگین؟ آره، اسم فیلم هست دیاموند نتراشیده، یعنی هنوز کار روش نشده، الماس نتراشیده. الماس نتراشیده است و اسم کارگردانش الان در ذهنم نیست، ولی خب اولین فیلمشه و میگن فیلم خیلی خوبی هم هستش. 3 تا کارگردان زن در بخش مسابقه پذیرفته شده فیلماشون. خب بپردازیم به سینما ایران. از فیلم های مربوط به ایران به ما بگین که امسال توی جشنواره کن پذیرفته شده و اینکه موضوعشون چی بوده، و آیا فیلمی هم داریم که در داخل ایران ساخته شده باشه و امسال در جشنواره کن پذیرفته شده باشه؟ بله، حدود تا اینجا که من اطلاع دارم حدود 40 تا فیلم به کن ارسال شد، فیلم های ایرانی از فیلم سازای ایرانی که بخش عمدهش، یعنی 35-36 تاش ساخته شده در داخل خود ایران بود. یک تعدادی از این فیلم ها فیلم های زیرزمینی یا سینمای اورژانس یا سینمای بدون مجوز هستش که ساخته میشن و میفرستن برای فستیوال ها. و یکی از این فیلم ها فیلم آقای رسولوف، محمد رسولوف، به نام دانه انجیر مقدس که تازگی کن دیده بود و انتخاب شد. این از طرف فیلمی که از خود ایران اومده. بعد یک فیلم ساز دیگه خیلی مهم ایرانی هم هست، آقای علی عباسی، که اون یک فیلم راجع به دوران جوانی دونالد ترامپ ساخته به نام کارآموز یا شاگرد، که فیلم هاردی هم هست. یعنی هر دو فیلمساز انگوش روی نکات خاصی گذاشتن، دو تا فیلمساز ایرانی که یکیشون در خارج ساخته، یکی در ایران. اونی که در ایران مال رسولو راجع به یک قاضی هست و فامیلش و مشکلاتی که داره با حکومت الان، گویا فیلم خیلی انتقادی هستش. طبق معمول رسولوف اکثر سوژه هایی هستند که خیلی ملتهب هستند و خیلی به اصطلاح جنجال می آفرینند و در واقع خیلی آدم متعهد اجتماعی است و طبیعتا این فیلمش هم فکر کنم به همین شکل.
یه سنت نانوشته در کن وجود داره که اسم یه سری از کارگردان ها مدام در این جشنواره تکرار میشه. این مربوط به فقط انتخابشون در سینمای ایران هم نیست، که البته در سینمای ایران میشه به آقای جعفر پناهی، عباس کیارستمی، آقای رسولوف و الان علی عباسی اشاره کرد. به نظر شما دلیل اتخاذ این سیاست توسط جشنواره کن چیه؟ من اتفاقا این سؤال رو چندین بار در سالهای گذشته از رئیس فستیوال کن کردم و منتقدین دیگه هم این سؤال رو میکنن که چه شکلیه که همه اینا که آبونه هستن، فیلمسازهایی که به نظر میاد هر سال یه سهمی دارن، چرا اینا هر سال اونجا هستن. و یک روز آقای ژیژاکوف به من گفتش که اگر فیلمسازهای خیلی خوب فیلمهای جدید داشتن، ما که نمیتونیم فیلمهاشون رو رد کنیم، بنابراین همونایی هستن که دائم فیلم میسازن و چه بسا فیلم های خوبی هم که دارن، ما نمیتونیم بگیم که خب چون ما قبلا بارها از نا فیلم گرفتیم حالا دیگه نباید بگیریم. این یکی. ولی سعی میکنن یه ترکیبی بزنن بین اونایی که تا حالا به کن نیومدن، بر بخش مسابقه قبول نشدن، و اونایی که قبلا اومدن و اسم و رسم دار، یه ترکیب مخصوصا این کارو میکنن، به اضافه اینکه به هر حال فیلمسازای گنده مثل داوید کرنبرگ، ژاک کودیار، فرانسیس فورد کوپولا، اینا همه فیلمسازای خوبی هستن. ولی بین فیلمسازای خوب یه عده‌ای هم بودن که فیلماشون رو نگرفتم، مثل ترانس مالی که قبلا هم نخل طلا برده، فیلم جدیدش نگرفته، مایکلی اونم یه فیلم جدید داشته، اونم خیلی گنده است، نخل طلا برده، اونم فیلمش نگرفته. بنابراین اونایی که نگرفتند و افراد خبر ندارن، ولی اینایی که گرفتند و فکر میکنن که چرا اینا دائم بازم میاد، اینم هست. یه نکته ای که میتونم بگم در رابطه با فیلم هایی که دیدم، من حدود 30 تا از این 40 تا فیلم رو دیدم، فیلم های ایرانی که اومده برای بخش های مختلف کن. نکات جالبی هستش توی این فیلم ها که خیلی از این فیلم ها جزو سینمای اندرگراند ایران حساب میشه، یعنی سینمایی که دیگه نمیرن دنبال مجوز گرفتن اینها، با امکانات خودشون یا سرمایه شخصی بالاخره فیلم رو میسازند و میفرستند، چون در هر حال اینا برن دنبال اجازه پروانه نمایش بگیرند که بخوان برن بسازند و اینها، بازم به درد سر میخورن. برای من ترجیح میدن اول برن فیلمشون رو بسازن تا بعد ببینن که چی خواهد شد. یک سری این فیلم ها انگوش گذاشته روی مسئله مهاجرت ایرانی ها، اونا که میخوان از ایران برن، یا مثلا چند تایی که برگشتن و پشیمونن و دو عطبه میخوان برن. مثلا این نکات توی فیلم هایی که ما دیدیم وجود داشت. یه بخش دیگهش خیلی پرداختن به سینما، به درگیری های درون خانواده و مشکلات عظیمی که هست. یه بخش دیگه هم که همزمان هم میپرداره به مسئله زن، زندگی، آزادی، که به این نکات هم برخی از فیلمسازا دقت کردن، توجه کردن، و اساسا یک کم فیلم های کمدی یا طنزداری ما توی این فیلم هایی که برای اینجا فرستاده شد رو ندیدیم. بیشتر فیلم های تند و تلخ و حاد راجب مسائل امروز اجتماع ایران است. فکر میکنم میشه گفت که الان که نیازی نیست، نظارتی نیست، نظارت و سانسور توسط جمهوری اسلامی نیست و بدون مجوز فیلم ها داره ساخته میشه، کارگردان ها در واقع دارن از این فرصت استفاده میکنن که سریعتر حرفشون رو بزنن، یا با دلیل خاصی داره که داره سوق پیدا میکنه بیشتر فیلم ها به سمت نشان دادن، نمایش دادن مشکلاتی که داخل ایران وجود داره الان؟ دقیقا همینطوره. به این دلیل که سانسور روز به روز، به خصوص تو این چند سال اخیر، دوران این رئیس جمهور جدید، که خیلی مسائل و مشکلات مردم حادتر شده همطور که همه میدونن، روی سینما هم خیلی فشار بیشتری اومده. فیلم هایی که الان هم میاد در ایران روی پرده ها، اینها بیشتر فیلم های کمدی و فیلم های بعضیش خیلی هاشون فیلم های سطحی و اینها هستن، فیلم هایی که جدی هستن و به مسائل مردم به طور واقعی نگاه کردن، اونها یه مدل دیگه هستن که این تیپ فیلم ها رو اصلا سناریوهاشون رو تصویب نمی کنن. و وقتی تصویب نمی کنن، فیلم ساز به خودش میگه چرا من بی خودی وقت تلف بکنم. دوربینو ور می دارن با همراه بقیه دوستان نزدیکشون، شروع میکنن میرن فیلم رو میسازن تا بعد ببینن که چی میشه. مثلا همین رسولوف یه نمونشه که فیلمش قبول شده و
بر مبنای گفته اون چند تا پخش کننده که دیدن فیلم خوبی هستش. یک مدت زمانش طولانی است ولی خب میگم فیلم خوبی است. در پایان اگه بخواین جمع‌بندی کنین، سطح جشنواره امسال رو چطور ارزیابی میکنین؟ به نظر میاد بسیار بسیار خوبه، چون در بخش های جمعی مثل 15 روز کارگردان ها، هفته منتقلین، اونها هم یک سری فیلم سازایی خیلی خوب با موضوعات خیلی خوبی انتخاب کردن که به نظر میاد باید آدم خیلی امیدوار باشه. ولی خب همه اینها روی کاغذه، حالا باید فیلم ها وقتی که دیده میشه در نزدیکای آخر فستیوال به این جمعبندی آدم برسه و چیز کنه، ولی در مجموع میشه خیلی خوشبین بود و با این خوشبینی ساکش آدم ببنده و بره کن و شروع کنه به فیلم دیدن. آخرین نکترم بگم این بله، که امسال یک پروژه بزرگ مجمع تهیه کنندگانی در کن خواهد بود که اینها پول میگذارن روی طرحهای خیلی مهم مال فیلمسازهای گوناگون، از جمله طرحی هست مال خانم رخشان بنی اعتباد که دیرو اعلام شد که ایشون هم جزو یکی از اوناست که طرحش قبول شده، متاینا باید بیان در کن و روز 19 ماه مه توی یک جلسه خیلی بزرگ اون روبن اوسلاند هم که 2 بار تا نخل طلا گرفته اونم پروژهش هست، کارگردان خیلی مختلفی از سراسر جهان پروژه های اولیشون قبول شده که اونجا میان و دفاع میکنن هر کسی از پروژه خودش تا بتونه بودجه بین 1 میلیون تا 20 میلیون رو بهشون داده بشه و اینها برن فیلم بعدشون بسازن. این آخرین خبری است که امروز منتشر شد.